خب عزیزان، مبحث افعال گذشته و ساخت پارتیسیپ و یا ساختار کلی فعل گذشته و افعال ماضی رو بهش میپردازیم. خب ما فعل مضارع رو یاد گرفتیم، گفتیم از مصدر سرچشمه میگیره توی آلمانی. مثلا ما داریم فعل شلافن، این شلافن مصدر دیگه، اینفینیتیو مصدر یعنی خوابیدن. گفتیم فعل مضارعش هم از خودش مشتق میشه، ایش شلافه، من میخوابم. البته شلافن تو آلمانی معنیش اینطوری است که یعنی من در حال خوابیدن هستم. ایشلافه یعنی من خوابم، من همین الان خواب هستم. تو فارسی به صورت موقعیتی میگیمش، میگیم من هستم خواب، یعنی من در خواب هستم. تو آلمانی میگیم ایشلافه، ایشلافه یعنی نمیرم بخوابم، یعنی خوابم، همین الان خواب. خب کاربردی تو واقعیتم کسی تو خواب نمیاد بگه من خوابم، ولی خب معنیش به این شکل میشه. خب حالا ببینید عزیزان، اینجا ما مصدر داریم شلافن، خوابیدن، گین، رفتن، شخایبن، نوشتن، آف کلیغن یعنی روشنگری کردن، کخن یعنی پختن، فولیزن یعنی قرائت کردن، یه چیزی رو بلند روخانی کردن، انکومن ورود کردن، وارد شدن، فوبای لافن. ببینید این ترکیب دو چیزه، لافن که گفتیم یعنی دویدن، راه رفتن هم معنی میده. حالا فوبای لافن، فوبای یعنی از کنار جای عبور کردن، در واقع میشه عبور کردن با حالت راه رفتنی، از جای عبور کردن. خب نخولن، حالا البته تو مثالا میگیم این معنیش دقیقا چطوری خواهد بود. نخولن یعنی جبران کردن، یه کاری رو که نکردیم حالا بعداً انجامش بدیم که جبرانش کنیم. نخ شاون یعنی در جستجوی چیزی نگاه کردن، شاون یعنی نگاه کردن، نگاه انداختن. حالا نخ شاون یعنی در جستجوی چیزی نگاه کردن، نگاه انداختن برای پیدا کردن یک چیز مثلا. که البته این نخ یه معنی دیگه هم همیشه میتونه بده، که گفتیم مثل اینجا نخولن یعنی یه کاری رو که نکردیم حالا بعدن انجام شد، یه نخ بعدن دنخ. حالا شاون هم مثلا من قرار بوده به یه چیزی نگاه کنم، مثلا این هم میتونه معنی بده، به یه چیزی نگاه کنم نکردم، میگم حالا بعدن یه نگاه میده، نخ شاون، بعدن نگاه میکنم ببینم چجوری. پس این معنی رو هم میده. فو هیا زاگن، زاگن که یعنی گفتن، فو هم یعنی قبل، فو حالا فو هیا هم یعنی از باز قبل میشه، از قبل گفتن. یعنی چی؟ یعنی پیشبینی، پیشگویی. پس فوهی زاگن پیشگویی، پیشگو میشه فوهی زاگا، اگه پیشگو زن باشه فوهی زاگرین. خب حالا پارتیسیپشون به چه شکل میشه، یعنی ساختار گذشتهشون تو فارسی این و تو همه زبان‌ها این حالت صفت هم میتونه بشه. یعنی چی؟ مثلا من میگم فعل خدمت شما که عرض کنم ساختن، خب پارتیسیپش میشه چی؟ یعنی ساختار گذشتهش میشه چی؟ میشه ساخته، مگه نه؟ ساخته یعنی مثل حالت مجهول میشه، ساخته شده، ساخته. خب ساخته خودش یه صفته، مثلا میگم این پیش ساخته است، این خانه پیش ساخته است، یعنی حالت صفت پیدا کرده، یعنی از قبل ساخته شده الان به یه موقعیت تبدیل شده و این حالا حالت صفت میتونه داشته باشه. خب ببینید، پس به اینا ما میگیم پارتیسیپ، وقتی که یک فعلی ساختار گذشته، ساختار صفتی رو ازش درست کنیم، ساختار گذشته و ساختار برای افعال مجهول، اون ساختاری که ما در فارسی درست میکنیم مثلا، به این ما میگیم پارتیسیپ توی آلمانی. خب شلافن فرم کلی گذشته کردن فعل در آلمانی اینه که اولش گه بیاد، مثل اینجا خدمت شما که عرض کنم، حالا اینا حرفای اضافه ای است که اضافه شده، یعنی اگه نخو برداریم این فعل هولن بوده، آوردن یک چیز، هولن شده گهولت. این ساختار اصلی گذشته کردن فعل در آلمانی اینه که اولش گه اضافه بشه به هولن، یه گه بیاد، آخرش هم ای و انش برداشته بشه به جاش یه ت بیاد. این بهش میگن گذشته نرمال، پارتیسیپ معمولی، ساختاری، طبق قوانین، طبق ساختار اصلی، غیر عادی نیست. گهولت
گشات، اینا همشون نرمالن. گزاکت یا مثلا گکلیت، خب اینا نرمالن. ولی حالا غیر عادی ها، غیر عادی یعنی چجوریه؟ یعنی اینکه مثلا فعل شلافن گش، درسته تا اینجاش درسته گشلاف، ولی گشلافت نشده، شده گشلافن. پس ما اینا رو یاد بگیریم. ما حالت غیر عادی تو ساختار پارتیسیپ و فعل گذشته زیاد داریم که باید در واقع افعال رو بشناسیم تا بتونیم اینا رو گذشتهشون هم بلد باشیم. خب شلافن میشه گشلافن، اینا رو حفظ هم بکنیم خیلی هاشون. به مرور هم میتونیم این ساختار کلیش تو ذهنمون شکل میگیره، برای خیلی از فعلایی که جدید میشنویم شاید بتونیم گذشتهشون رو 90% درست حدس بزنیم. گین اصلا یه جور دیگه است، گشت که خودش گه داشت ولی شده چی؟ گگنگن. ما اینو یاد بگیریم. فعل اسن مثلا خوردن یا میشه گگسن، حالا اونا رو هم میرسیم. ببینید پس گین گگنگن و حفظ کنیم اینو و یاد بگیریم. شرایبن ساختارش میشه چی؟ گه اضافه میشه آخرش ولی ای ان میمونه، تی نمیاد. از طرفی یه اتفاق دیگه هم افتاده، شغای بوده حالا شده ای، یعنی جای ای و ای شده ای و ای، عوض شده جاش. تو اکثر فعل هایی که این حالت ایو دارن گذشتهش اینطوری میشه، ای ای میشه، یعنی شغایبن شده گشغی بن. آف کلیرن که نرماله، آف گه کلیر. کوخن گه کخت، طبیعی همون چیزی که توقع داشتیم، یه گه اضافه شده ای ان ورشه شده، بن فعل کخ مونده یه ت اضافه شده، درست. فولیزن توقعمون چی بود؟ که بشه فوگلیز، ولی نمیشه، میشه فوگلیزن. خب انکومن وارد شدن، توقعمون چیه؟ بشه انگ کومت، ولی نمیشه، میشه انگ کومن. فوبای لاوفن میشه فوبای گلاوفن. نخولن میشه نخ گهولت، درسته، نخ شاون، نخ گشاون. فوه زاگن فوه گزاگ. حالا بعضی از فعلا هستن که اصلا شکلشون عوض هم نمیشه، حالا مثالشو خواهیم دید. خب حالا به مثال ها هم خواهیم رسید برای افعال دیگه، که البته خب افعال خیلی زیادن، بعد شما خودتون برید دنبال فعل ها جای مختلف توی دیکشنری فعل های فارسی رو پیدا کنید، برید دنبال ترجمهش بگید، بعد برید تو اینترنت ببینید گذشتهش چجوری میشه، حالش چجوری میشه، هر کدومشون رو به محض اینکه سرچ کنید اطلاعاتش میاد تو سایت های مختلف، از قبیل سایت دودن. حالا من اینا رو، این سایت هم بهتون معرفی میکنم عزیزم. حالا ببینید اینجا ما نوشیم چی؟ verben in Vergangenheit. verben یعنی فعل ها، این یعنی در، Vergangenheit یعنی گذشته، Vergangenheit یعنی گذشته ماضی. حالا چرا نگفتیم verben in der Vergangenheit؟ چون اینجا نیازی به آرتیکل نیست، وقتی ما داریم اصلا جمله ننوشتیم، اومدیم تکی تکی کلمات تختی شده، مثل پارک ممنوع تو فارسی میگیم دیگه، پارک ممنوع اصلا جمله غلطه در واقع، و بگیم در این مکان پارک کردن مثلا ممنوع میباشد، برای مثال، یا پارک نکنید لطفا، فعل نداره، پارک ممنوع، نمیدونم چیزی، به خاطر اینجاها دیگه ما آرتیکل به کار نمیبریم. خب ببینید اینجا ما توی ستون اول فعل حال مضارع رو مینویسیم، ستون دوم گذشته. حالا چجوری ما فعلا رو گذشته کنیم؟ ساختارشو فهمیدیم، ولی حالا میخوایم گذشته های مختلف رو توضیح بدیم. توی آلمانی تعداد گذشته ها خیلی زیاد نیست مثل توی فارسی یا انگلیسی. ما یه گذشته داریم به اسم پرتریتوم، گذشته ساده که معمولا توی رمان ها، کتاب های قدیمی استفاده میشه، حالا تو حرف زدن هم بعضیش استفاده میشه، ولی تقریبا امروز روز معنی گذشته ساده و مثلا خدمت شما که عرض کنم حال کامل یا این گذشته که حالا ما تو انگلیسی میشناسیم که برای خودمونم بهش میگیم گذشته نقلی برای مثال، یا استمراری، اینا با هم فرقی نمی کنن توی آلمانی معنیش امروزه، شاید در گذشته فرق می کردن، امروزه تقریبا بی تفاوته، یعنی واقعا تفاوتی بینشون حس نمیشه. ولی خب حالا توضیحشو بهتون میدم. ببینید گذشته ساده اینا هستن، حالا میگیم چجوری ساخته میشن. گذشته استمراری در واقع بودن همیشه، ولی الان دیگه نیستن، یا حال کامل حالا اگه بگیم تو انگلیسی، ولی این دیگه الان همین اینه، گذشته فعل معمولی، گذشته معمولی رو هر وقت خواستیم بگیم با اینجوری بگیم. تو آلمانی استمرار یا نکات دیگه فعل گذشته رو با کلمه به کار میبریم، با کلمات توضیحی، کلماتی که میگیم از زمان فلان تا فلان،
کلی وقته که دارم فلان کارو میکنم. از کلمات با استفاده کنم. ما تو فارسی میگیم من دارم میرم به مدرسه. این دارم میرم میروم در واقع. این دارمه و میروم یعنی همین الان تو راهم. یا این که دارم خیلی تاکید میکنم تو این که من در حال مدرسه رفتنم تو این سالها و تو این ماهها و تو این روزها. یعنی در حالشم، در حینشم. با فعل ما این کارو میکنیم. تو آلمانی زیاد حالات گوناگون فعلی وجود نداره برای گذشته خیلی زیاد مثل تو فارسی و برای مثال انگلیسی. ولی میگم از کلمات با کلمات کمک میکنیم به القای منظورمون. حالا تو مثالا خواهیم دید. اینم که گذشته دور یا بعیده، ماضی بعید. خب پس ببینید الان برای مثال میگیم ایش کافه، یعنی من میخرم. خب دو گست، ما این مضارع رو یاد گرفتیم، میدونید دیگه. تو میروی، ایش لفت، اون خوابه. زی گیت شلافن، اون میره به خوابه. ببینید اینجوری ساخته میشه، زی گیت بعد اینفینیتیو میاد، شلافن با تو و اینا هم نمیاد، معمولی زی گیت شلافن، اون میره به خوابه. ایش لاسه داس اوتو رپاریرن، اینو خب یاد گرفتیم. من میذارم ماشین رو تعمیر بشه، درسته؟ خب این الان مفعولم هست، میبینیم اکوزاتیوه، چون آتو وقتی که داشت داسه تو اکوزاتیو هم داست، داست باقی میمونه، تغییری نمیکنه. دو ویلست داس هابن، تو میخوای این رو داشته باشی. مدل ورب دیگه، فعل کمکی، توضیح دادیم اینا رو. ایش کان دویچ، من میتونم آلمانی. حالا میتونم بگم ایش کان دویچ اسپرکن، یعنی من میتونم آلمانی حرف بزنم، ولی کافی همینه بگم ایش کان دویچ، من آلمانی بلدم، من میتونم آلمانی. همین. دو کانست رنن، تو میتوانی بدوی. داس فلوگ زوگ لندت، یعنی هواپیما مینشیند، فرود میآید. وهر زول ایش ویسن، از کجا باید من بدونم؟ درسته؟ از کجا بدونم؟ بایدش هم برداریم، من میشه از کجا بدونم. این به خودش معنی زول و انگار برای ما در واقع اظهار میکنه. حالا میریم وارد فعل پرتریتوم میشیم، یعنی گذشته ساده، که البته این یه دونش حالا توی این ردیف نوشته شده. بذارید من اینو اصلاحش کنم. خب حالا ببینید گذشته های هر کدومشون یکی یکی. ایش کافه شده ایش کافته، یعنی گذشته ساده توی آلمانی معمولا یا یه ت فقط بعدش میاد اینجا قرار میگیره، خب با یه ای، درسته؟ حالا مثلا برای ایش همون ای میاد دیگه، فقط یه ت هم قبلش میاد، یا حالا برای موارد دیگه خواهیم دید، یا اینکه کلمه عوض میشه، اصلا یه چیز جدید میشه. حالا ولی معمولا یه ت میاد. ببینید مثلا باز خیلی بی‌قاعده است تقریبا، اینو باید برای هر فعلی باید گذشته ساده‌ش رو یاد بگیریم، که البته گفتم خیلی زیاد استفاده نمیشه، میشه ولی کم. خب ببین ایش کافه، ایش کافته. دو گیست میشه دو گینگست، مثلا میشه یه چیز دیگه. ایر شلفت یعنی میشه ایر شلیف. خب شلیف اوف گذشته رو باید یاد گرفت. زیگیت شلافن میشه زیگینگ شلافن. شلافن سر جاش باقی میمونه، حالت اینفینیتیو مصدر خودش رو حفظ میکنه. ایش لاس داس آتو رپاریرن، یعنی میشه ایش لیس. لیس گذشته لاسن، ولی لاسه مال ایشه. ایش لیس داس آتو رپاریرن، این اشتباه اینجا نوشته شو اصلاحش میکنم، اما رپاریرن مثل اینه. دو ویلست داس هابن، و میشه دو ولتست داس هابن. گذشته ولن میشه ولتن. خب ولن ولتن، حالا دو ویلست دو ولتست، ولتن ولتست داس هابن. گذشته کنن میشه کنتن، یعنی او معمولی ها. ببینید دو کانست رنن میشه دو کنتست رنن. داس فلوگزوگ لندت، حالا اینجا میشه داس فلوگزوگ لندت. خب یه ت میگیره آخرش، حالا خودش ت داشته چون سوم شخصه. خب وهر زول ایش ویسن میشه وهر زول ت، میبینید یه ت میگیره، ت ای زول ت ایش ویسن، از کجا میباید میدونستم، از کجا باید بدونم، از کجا باید میدونستم، اینجا میشه. خب حالا میریم وارد خدمت شما که عرض کنم ستون سوم که مربوطه به چی هست؟ مربوطه به بازم فعل گذشته است. حالا گذشته کامل بگیم یا خدمت شما که عرض کنم اینجا در واقع میشه استمراری، گذشته استمراری. ولی گفتم اصلا دقت بهش نکن، معنیش همونه، معنیش هم گذشته ساده است. میخوایم گذشته ساده رو بیان کنیم. توی آلمانی اینا دیگه تفاوتاشون از بین تقریبا رفته.
حالا عزیزان ببینید اینجا این فرم گذشته‌ای که خیلی توی آلمانی استفاده میشه با haben میاد. haben به معنای داشتن دیگه، درسته؟ ولی مثل تو انگلیسی have که میگیم I have مثلا bought، یه همچین چیزی که تو انگلیسی میگیم اینجا تو آلمانی با haben میگیم. ich habe. خب ببینید حالا این haben، پس متوجه شدیم که معنی داشتن نمیده، داریم فعل گذشته میکنیم، ولی این گذشته همون گذشته معمولی و ساده هست. تو آلمانی از این بیشتر استفاده میشه. پس یادتون باشه این تفاوتی با این گذشته زیاد نداره. تازه این همش استفاده میشه به عنوان گذشته ساده، به عنوان گذشته استمراری. همه گذشته ها رو از این فرم فقط ما توی آلمانی میتونیم استفاده کنیم. حالا این هم بعضی جاها به کمکمون میاد و بعضی جاها هم لازمه که خواهیم گفت. حالا ببینید ich habe gekauft بنیادش چجوریه و بنیانش چجوری ساخته میشه. ich habe میاد، یعنی این habe ربط داره به ich، میشه habe دیگه، ا میگه. فعلمون پارتیسیپ میشه، همین پارتیسیپ ساختنی که گفتیم گ میاد یه ت هم آخرش میاد، حالا بعضی جا هم که قاعده خارج از قاعده است، درسته؟ پس پارتیسیپ پرفکت بهش میگیم، فعل پرفکت کامل پارتیسیپ. پارتیسیپ خب ich habe gekauft یعنی من خریده ام و من خریدم جفتش میشه. بستگی داره تو از چه کلمه‌ای تو جمله استفاده کنیم که منظورمون رو برسونیم. خب پس یعنی گذشته است فقط. خیلی راحته، تو آلمانی انواع مختلف ما نداریم. ایشا بگه کاف من خریدم یا من خریده ام یا من می خریدم، با کلمات میتونیم اینو مشخصش کنیم. خب پس حالا نرمال میگیم، ساده میگیم، مثل ایش کافته است، من خریدم. خب دو بیست گگانگن، چرا نگفتیم دو هست گگانگن؟ مگه ما نگفتیم این که پارتیسیپه؟ چرا با هست نیومده؟ مگه با هاب کار نمیکردیم مثل انگلیسی هاف؟ ببینید توی آلمانی اگه فعلمون حرکتی باشه، اگه فعلمون حرکتی باشه از haben استفاده نمیشه، از sein استفاده میشه برای گذشته کردن. اینو یادتون باشه. من خریدم حرکتی نیست. ich habe gekauft. ولی du bist gegangen. gehen یعنی راه رفتن، رفتن دیگه، درسته؟ gegangen گذشته شه. چون حرکتیه با sein میاد. میشه du bist gegangen به معنی که تو هستی نیستا، یعنی تو رفتی. خب؟ یا رفته یا میرفتی، درسته؟ حالا گشلافن، شلافن خوابیدن، در حال خوابه. ایه هت گشلافن یعنی اون خوابیده بود، یعنی در حال خواب بود، حالا بود نه، در حال خواب اون خوابید، اون خوابید، خوابیده بود نه، اون خوابید. زی ایست گگنگن، دوباره مثل دو بیست گگنگنه، اون رفت. ایش هابه دست آتو غپقی لسن. ببینید ایش هابه طبیعتا برای گذشته استفاده میشه. حالا چرا نگفتیم جا گلسن؟ و می گفتیم گلاسن دیگه گذشته است. وقتایی که ما فعل لاسن رو با یه فعل دیگه داریم میاریم، مثلا میگیم ایش لاسه دس آتو قپقیه، درسته؟ دو فعله هست این آخره، درسته؟ دیگه اینا آخر میان بدون گه میان، یعنی ساده میذاریمشون. میگیم ایش هبه دس آتو قپقیه لاسن. تو حرف زدن عامیانه بعضی به اشتباه میگن ایش هبه دس آتو قپقیه گلاسن، ولی این غلطه در واقع. درست ترش اینه که ما همینجوری اینو ساده بگیمش، بگیم ایش هبه دس آتو قپقیه لاسن. با اینکه هابه و برمل چون دو فعلی هست، اینجا دو تا فعله، خب یکش هم لسنه دیگه، ما این دو فعلی هست اینو همجوری میذاریمش بدون گه. میشه به دست آتو قپقین لسن، جفتش هم حالت اینفینیتیف داره. خب دیگه نمیگی میشه به دست آتو قپقین لسه، نه دیگه، چون هابه اومده فعلای بعدی همشون اینفینیتیوی میشن. خب دو هست دست هابن ولن. شاید حالا تو عامیانه خیلی آدم اینجوری صحبت نکنه، ولی میخوام کل قاعده ها رو باید بدونیم. ببینیم میخوام بگم چی؟ میگم دو هست، تو داری معنی نمیده، دارم فعل گذشته میکنم، یعنی تو این رو میخواستی، دارم چون گذشته میکنم دیگه ولن اومده، ولی چون دو فعلیه، دو تا فعل پشتن اومدن مثل قپاقین لاسن، دیگه این ولن گذشته نمیشه، نمیشه گولت. گذشته پاتیسیپ ولن میشه گولت. گذشته پرتریتو معمولیش میشه ولتن، گفتیم تو میخواستی. حالا اگه بخوایم با هابن بیاریمش باید بشه دو هست گولت. دو هست دست گولت، یعنی تو اینو میخواستی. ولی حالا چی؟ ببینیم ما دو فعلی کردیم اینو هابن ولن، پس دیگه بی اینفینیتیو ساده و معمولی میمونه، نه گه میگیره نه چیزی، مثل این بالا قپقی لاسین هم هابن ولن. حالا یعنی چی؟ یعنی تو با اینکه گذشته شده ولی همینطوری میمونه. میگه یعنی تو این رو میخواستی داشته باشی، گذشته شده میشه میخواستی داشته باشی، تو میخواستی اینو داشته باشی. دو هست از همون والن.
جور دیگه بخوایم بنویسیمش میتونیم بگیم دو ولتس داس هابن. ببین همین جمله‌ای که ما اینجا داشتیم، درسته؟ یعنی اگه پرتریتوم بخوایم بگیم، که این البته بیشتر استفاده میشه تو آلمانی، حالا این جمله خاص ولن و مودال وبا پرتریتومی میان، یعنی گذشته ساده ای میان تو این ردیف میان، کنتن ولتن زولتن. خب اینجوری میاد. حالا برای معنیش چه؟ دو ولت است از هم. ببین دو ویلست از هم، دو ولت است از هم، دو هست از هم ولن. خب جمله اینجا بود دو کنست غنن. خب ما اینو دیگه گذشته نکردیم ایشکان دو دو کنست غنن، دو کنتست غنن، درسته؟ اینجا پیدا کنیم دوباره گذشته شو به صورت فرم دیگمون. دو هست غنن کنن. چرا با هست غنن که فعل حرکتیه؟ خب ما داریم از کنن صحبت میکنیم، از توانستن داریم صحبت میکنیم اول، پس توانستن گذشتش با هابن میاد. دو هست گکنت، تو میتونستی. ولی دو هست غنن کنن چون دو تا فعلی آوردیم، دوباره فعلا ساده میمونن بدون گذشته شدن، یعنی تو میتوانستی بدوی، درسته؟ تو میتوانستی بدوی، دو کنتست غنن، تو می توانستی بدوی. هیچ فرقی معنیشون هیچ فرقی تقریبا با هم نمی کنن. حالا دست افتت من اینجا نمیشم. چرا؟ منظورم این فلوگزایگه، اینو مختصر کنم که جا بشه. دست فلوگزایگ یعنی هواپیما ایست گلندت. اینجا گفتیم لندت، خطرتون گفتیم، اینجا پاتیسیپ میگیم. چرا ایست؟ چرا با فعل زاین آوردیم؟ چون لندن فرود آمدن فعل حرکتیه، خب به ویگلیش حرکتیه، فعل حرکتی با زاین میاد، هواپیما فرود میآید، اینجا گذشتهش فرود آمد. خب اینجا داشتیم وه زولتش ویسن، از کجا باید میدونستم؟ حالا هم معنیش دقیقاً ولی با مدل هابنش یه وه زولتش گوست هابن. ببینید چه این شکلی شده، چون اگه این وه نبود، گذشته نبود، فعل چجوری، جمله چجوری بود؟ اینجوری بود ایش زولت ویسن، درسته؟ ایش زولت ویسن، من میباید میدونستم، یا ایش زولویز، من باید بدونم. پس اینم گذشتهش اینجا میشد ایش زولت گوست هابن. هنوز دارم پرتریتومی میگم، حالا بخوام با هابن بگم ایش هابه ویسن زولن. ببینید چی شد، یعنی ایش هابه با هابن گذشته میکنیم دیگه، درسته؟ ویسن زولن دو تا فعل داره پشت سرم میاد، هم زولن هم ویسن باید بیان دیگه، دانستن. چون دو تا فعلی میان گفتیم میشه مثل اینجا، دو فعلی هیچ تغییری دیگه نمیکنن، سر جاشون میمونن، این هابنمون فقط نشان دهنده گذاشتم. ایش هابه ویسن زولن یعنی من باید میدونستم، هابنه فقط داره گذشته میکنه دیگه، معنی دیگه نمیده. ایش هابه ویسن زولن، حالا گذشته شده، میگه وهیا زولتیش گوست هابن. او یعنی اینجا پریتریتومی میکنه زولته رو، فقط میگه گوست هابن، باید میدونستم، به حالت هابن گوست، یعنی فعل هابن استفاده کرده. طبیعتاً چون زولته اینجا اومده دیگه، هابن رفته آخر، خب آخر رفته و به صورت اینفینیتیو اومده، به صورت فرم مصدری اومده. گوست هم پارتیسیپمونه، حالت گذشته ویسنه، یعنی دانستن و بقیه اجزا جمله. این کلیت کاره، ما اینا رو هی در طول آموزش طبیعتاً بهشون میپردازیم و شما هم باید تمرین کنید به امید خدا و طبیعتاً کاملا براتون جا میفته. خب حالا میریم وارد خدمت شما که عرض کنم گذشته بعید میشیم. اینجا دیگه الان ما به این شکل شده که این اومده تو این ردیف دیگه، شما اینو پس در جریانش باشید. این دو جمله مرتبطن به گذشته بعید و این ستون، ولی الان اینجا نوشته شده. خب ایش هابه گکافت گفتیم، درسته؟ حالا ایش هابه گکافت من خریدم، حالا من خریده بودم میشه ایش هات گکافت. دو بیست گگنگن یعنی هابن، حالا گذشته خود هابن رو باید به کار ببریم، گذشته خود هابن، گذشته پرتریتوم هابن که توی ردیف میاد میشه هاتن، و میگم ایش هات گکافت. گذشته زاین، فعل زاین، فعل بودن میشه واغن. خب یا گذشتهشه دو بیست، تو هستی، گذشتهش میشه دو واست، یعنی تو بودی، گذشته اینجوریش، گذشته پرتریتومش.
پس حالا دو بیست گگنگن میشه دو واست گگنگن. ساختارش پس به این شکل، ببینید فعل زاین و فعل هابن باید گذشته خودشونو بنویسیم تا تبدیل کنیم جملاتمونو به گذشته بعید و دور، ماضی دور، ماضی بعید. ایش حته که کاف من خریده بودم، دو واست گگنگن من تو رفته بودی، ای حته که شلافن اون خوابیده بود، زیوا گگنگن اون رفته بود، ایش حته دوباره این حته دست آتو قپقین لسن، همه چیش مثل همین ایش حبه دست آتو قپقین لسن، فقط این حبنو زینش تغییر میکنه میشه و... میشه حتنو واغن. خب دو حتست دست حبن ولن، دوباره همونطوری دو حتست غنن کنن دست فلوکتوگ واگلنده، دیگه نمیگیم ایست گلنده، میگیم واگلنده، یعنی هواپیما فرود آمده بود. وحی زویت ایش نه این ببخشید حتن اشتباه من درستش کنم. ببینید من الان اینجا اومدم یک جمله رو تغییر دادم، کنارش هم یه ستاره زدم، دلیلش هم اینه. ببینید ما اینجا الان داریم کل ساختارا و شکل ساخته شدن و ریاضیوار انگار داریم بهش میپردازیم، میگیم این 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 میاد بعدش اینطوری میشه بعدش اونجوری میشه، ولی توی زبان الزاماً اینطوری نیست که حالا ما همه اینا رو استفاده کنیم، همه اینا یه کاربرد یکسان داشته باشن. باید ببینیم تو زبان، حالا توی آلمان داره چجوری صحبت میشه، کدوم ها بیشتر صحبت میشن، کدوم ها بیشتر گفته میشن، کدوم ها برای مردم راحت تر بیانشون، مردم از چیزها آسون تر استفاده میکنن. خب همون مثل توی فارسی خودمون هم همین. حالا ببینید من اینجا این چون غلط در میاد، اصلا معنیش یه ایرادی توش هست، یه چیزی باید تغییر داده بشه از لحاظ معنایی که حالا ما هنوز به اون بحث نرسیدیم، بحث کنیونکتیو بهش میگن. بخاطر من ننوشته بودمش، همین نوشته بودم وحی زولتش که وست هابن، ولی الان اومدم تغییرش دادم که شما یه موقع گیج نشید این ساختاری، بدونید این ساختار بله تبعیت اگه بخوایم از اون قاعده‌ای که داریم راجع به صحبت می‌کنیم بکنیم این شکلیه، جمله پرسشیمون هم اینجوری ساخته میشه. ولی این جمله پرسشی یه چیزی توش هست که بعداً راجع بهش صحبت می‌کنم که این باید بشه هابن، باید بشه هته، حالا این بحث دیگه است، بعداً راجع بهش حرف می‌زنم. ولی الان قاعده کلش اینطوری پس ساختیم، وه هابه باید بیاد ایش بیسن زولن، دوباره مثل ایش هابه ویسن زولنه دیگه. خب من باید میدونستم، حالا یه وحه میاد اینطوری میشه دیگه، وحه از کجا باید مثلا، ولی اینطوری اصلا هیچکی حرف نمیزن، اینو اصلا هیچکی نمیگه، فقط من به خاطر اینکه قاعده چجوری ساخته میشه، خب شما باید در جریان باشید دیگه برای ساخت افعال دیگه، جملات دیگه که از این قاعده تبعیت میکنن شما باید آشنایی داشته باشید. حالا این آخریه وحه زویتش که وست هابن، خب اینو من اینجوری نوشتم با فعل، ببینید اینم باز اگه بخوایم ما خدمت شما که عرض کنم بعیدش رو بگیم، این یه وست هتن طبیعتا نمیشه دیگه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اول ما یه فعل گذشته داریم به کار میبریم، این فعلای بعدی دیگه میشن اینفینیتیو، اینفینیتیو ما هم مصدر ما هم هابنه، هتن نیست. ما هتن در حالی میتونیم اینجا به کار ببریم که مثل اینجا بگیم وحه هت ایش ویسن زولن، دوباره یعنی این ویسن و زولن اینفینیتیوی به کار برن، به جای هابه بگیم حته. ولی میگم مثل همین اینجا که این هابه وحه هابه کاربرد نداره، گفته نمیشه و یه ایرادی توش داره از لحاظ معنایی که بهش بعدم میپردازیم، اینو یه بحث خیلی مهمه کنیونکتیو، این هم یه اتفاق توش میفته. به خاطر این من اون چیزی که استفاده میشه رو براتون نوشتم، اون چیزی که استفاده میشه برای یه همچین جملاتی، از کجا من باید اینو میدونستم، خب از کجا باید من اینو دانسته بودم یا میدونستم، گذشته کامله، از کجا من باید اینو دانسته بودم، خب اطلاع میداشتم، این اینطوری میاد. وحی زولت همین فعل پرتریتوم یا گذشته ساده زولن میاد که یه بادی تئه میگیره، زولن میشه زولته، ایش گووس هابن، این شکلی میشه. اینا رو راجبشون بچه ها فکر کنید، راجبشون اندیشه کنید، چرا اینجوری ساخته شده، بشینید جمله‌های مختلف بنویسید، معنی کنید، از این قواعدی که ما گفتیم استفاده کنید. الان ما همه چی رو داریم اینجا، اکثر ساختارهای جمله‌ای رو داریم اینجا به کار می‌برید که شما آشنا بشید. خب در ضمن سوالی هم هست دیگه، وحی از اولتش که بود همه. خب ما همه اینا رو نوشتم، گفتم بعضیش اصلا استفاده شاید نشه یا کم بشه یا غلط باشه، به چه دلیل، به دلیل معنایی اگرچه ساختاری درسته. خب حالا پس ما خواهیم پرداخت جزئی تر توی جملات در خلال آموزش
به مباحث گوناگون این مسئله. خب حالا دوباره ورب نیمفگاینهایت، حالا اومدیم یه سری از فعلا رو تو جمله به کار بردیم که ما به شما بگیم فعل مثلا ماضی بعید اصلا کجا قابل استفاده است. خب ببینید، ich kann deutsch، درسته، من میتونم آلمانی، حالا گذشتش میشه چی؟ ich konnte deutsch. میتونیم بگیم ich habe deutsch gekonnt، یعنی با haben بیاریم، ولی گفتم باید یاد بگیریم زبان اینطوریه، باید ببینیم چی استفاده میشه. فعل های مدل، فعل های کمکی، können، sollen، wollen، اینها با حالت پرتریتوم میان، یعنی با حالت اون جدول اولیه میان که گفتیم ردیف اولیه، فعل گذشته ساده میشه گفت میان، یعنی یه ت میگیره اینجا، ت، این ت آخری ها نشون دهنده پرتریتوم ماست، پرتریتوم. خب ich kann deutsch از können هست دیگه، فعل حاله، حالا گذشتهش میشه konnten، ich konnte، wir konnten، ich konnte deutsch، ich habe deutsch gekonnt. پس اینطوری هم میتونستیم بگیم، حالا ich hatte deutsch gekonnt، ولی ich hatte deutsch gekonnt اجازه نداریم تنهایی به کارش ببریم. ich hatte deutsch gekonnt، من آلمانی دانسته بودم، کی دانسته بودم؟ قبل از یه چیزی دیگه، یا اون موقعی که فلان اتفاق افتاد باید یه اطلاعاتی بدم. فعل‌های ماضی بعید رو میتونیم به کار ببریم در حالی که یه جمله کنارش بیاریم، از بعدش صحبت کنیم، چون ماضی بعیده یه ماضی نزدیک هم باید کنارش بذاریم. خب میگم من آلمانی توانسته بودم، حالا شاید از معنی نشه، داریم ساختاری صحبت کنیم، من آلمانی توانسته بودم، میتونستم در گذشته بعید، als، اینو جملات فرعی هستن و ما به اینا میرسیم، ولی الان معنی باش درگیر بشید، als یعنی هنگامی که، آن موقع که، آن زمانی که، مال گذشته است، آن زمانی که، دو، جملات فرعی هم وقتی میان فعل میره آخر ضمیر اول میاد. یه توضیح کوچیک راجبش دادم، گفتم بهشون میرسیم ان. ببین میگه من آلمانی رو میتونستم صحبت کنم، مثلا تواناییشو داشتم قبلا، کی، وقتی که، هنگامی که، آن موقعی که تو خودت رو، دیش یعنی تو رو، حالا اینجا تو بعضی از فعل‌ها ریفلکسیو بهشون میگن، اونم جز بحث‌های درس‌های آتی مونه، وقتی که تو خودت رو، ان ملدن، خب وقتی که تو خودت رو برای دن کورس، گفتیم بعد از فیو همیشه آکوزاتیو میاد، کورس آرتیکلش در هست، در کورس، کورس یعنی چی؟ یعنی کلاس، مثلا کلاس زبان یا اینطوری. خب تو برای، حالا میشه دین، چون آکوزاتیو فی دین کورس، یا میتونی مثلا از تو استفاده کنی، تو هم که همیشه بعدش چی میشه؟ داتیو میشه، تو دیم کورس، پس میشه توم، مختصر و خلاصه تو دیم میشه توم کورس. پس میگیم als du dich für den für den Kurs anmeldetest. خب ببینید anmelden یعنی ثبت نام کردن، زیش انمیدن به طور کلی، حالا اینجا تو این جمله چون دو هست میشه دیش انمیدن، یعنی خودت رو ثبت نام کردن، ایش ملده میش ان، یعنی من خودم رو ثبت نام میکنم، دو ملدس دیش ان، تو خودت رو ثبت نام میکنی، برای چی؟ فی دیزن کوس مثلا. حالا یه موقع میگیم چی؟ میخوایم گذشته بگیم، میگم ایش ملده ت، خب گفتیم ت میاد دیگه برای گذشته ساده، ایش ملده ت میش، ایش ملده ت میش ان، درسته؟ خب چون فعل تخنبا هست جدا میشن از هم، ان با ملده، یعنی من خودم رو ثبت نام کردم. حالا دو ملده تست دیش ان، دوباره ان جدا میاد، ولی اینجا چون جمله فرعیه کل فعل آخر کار اومده دیگه، آنم جدا نشده با هم، میگه als du dich für den Kurs anmeldetest، اون وقتی که تو خودت رو برای کورس anmeldetest ثبت نام کردی، یعنی داره یه کدی از گذشته میده، میگه اون موقعی بود که تو خودت رو برای کورس ثبت نام کردی، من اون موقع دوچ میتونستم قبل از تو. خب پس وقتی به ماضی بعید اشاره میکنیم باید یه ماضی قبلش هم، یعنی بعدش که میشه ماضی نزدیکتر هم بیاریم، که قانونش اینه وقتی که با als معمولا میاد از یه گذشته همزمان با اون یا بعد از اون صحبت میکنه، این باید حتما به صورت پرتریتوم بیاد توی آلمانی،
یعنی حتما به صورت گذشته ساده باید این فعل بیاد. ولی توی صحبت کردن و توی جملات دیگه که حالا از آلس استفاده نمی کنیم، از چیزهای دیگه استفاده می کنیم، اون موقع دیگه مهم نیست فعلمون پرتیتون گذشته باشه یا همون پارتیسیپ پرفکت گذشته باشه، یعنی با هابن و زاین باشه، هیچ فرقی نمی کنه. فقط توی این حالته که باید حتما به صورت پرتیتون بیاد. حالا ich konnte schon deutsch seit langem als du dich für den kurs angemeldet hast. حالا ببینید این ich konnte schon deutsch seit langem، ببین با کلمات دارم منظور زمانی خودمو میگم، میگم کی. اینجا گفتم ich hatte deutsch gekonnt، اینجا با فعل گفتم ماضی بعید، من بلد بودم آلمانی رو. حالا اینجا اومدم با همین فعل پرتیتوم ساده گفتم من تونستم، درسته من میتونستم گفتم، ولی با کلمات شون، یعنی شون میاد خیلی حالت چیزی میده به جمله، جمله رو حالت من دیگه حالا میدونستم. این دیگه مثل حالت اینه که من دارم خیلی در حال حاضر یا already انگلیسی رو تأکید میکنم به این شکل که خیلی وقته، یعنی از خیلی وقت پیش، یه حالتیه که این گذشتم رو دارم عمق بهش میدم، گذشتم. یه من خیلی وقته که آلمانی شون، در حال حاضر آلمانی بلد بودم. حالا زایت لانگه هم اگه بهش اضافه کنیم یه تأکید بیشتره، یعنی از خیلی زایت گفتیم بعدش همیشه چی میشه؟ همیشه داتیو میاد. لانگم امه پس ماله داتیو شه. لانگم، لانگ یعنی دراز. از یه زمان درازی، از یه زمان طولانی، خیلی وقتی که من دیگه حالا، این دیگه حالا میشه، شون دیگه حالا آلمانی بلدم. خیلی وقته، از خیلی وقت پیش بلد بودم کنته. از خیلی وقت پیش بلد بودم. کدوم خیلی وقت پیش؟ حالا باید اشاره کنم چون گذشته باید از تو دیش فیدن کورس انگ میدت هست. حالا اینجا دیگه نگفتم ان ملده تست، اینجا انگ میدت هست گفتم، یعنی با هابن گذشته پارتیسیپ که راجبش حرف زدی، پارتیسیپ پرفکت، هابن انگملدت گذشتهش، ببینید طبیعی همون ان میاد و گه آخرش هم ت، انگملدت ثبت نام کردی، هنگامی که تو خودتو برای کورس ثبت نام کردی. من بلد بودم قبلش اینطوری. اشلاف این یعنی من به خواب میرم، هنوز خواب نیستم، در حال به خواب رفتن، من به خواب میرم. این شلافن یعنی به خواب رفتن، شلافن یعنی در خواب بودن، این شلافن یعنی به خواب رفتن. گذشتش هم با فعل زاین میاد چون مثل فعل حرکتی میمونه، دارم به یه جایی میرم، میدونید انگار حرکتی روانه در واقع، پس به گذشتش با زاین میشه ایش بین این شلافن، گذشتش من به خواب رفتم. حالا یه سری کلمات هست که بعدش ما نیاز داریم به فعلهای ماضی بعید. مثلا چه کلماتی؟ مثلا این نختیم ایش دیش هایت گزین حتی و ایش انکافن. میگه بعد نختم یعنی بعد از این که، بعد از این که، نختم با هم هم میان سر همه، نختم بعد از این که، اینو یاد بگیرید، بعد از این که، بعد از این که، من بعد از این کلمه هم اینطوریه که باز دوباره مثل جمله فرعیه، ضمیر اول میاد فعل آخر کار میاد. میگه بعد از این که من تو رو امروز گزین حتی دیده، گزین پارتیسیپ دیگه یعنی دیده، تو فارسی یه اه میگیره میشه پارتیسیپ، تو آلمانی یه گ میگیره، بعدش هم حالا گفتیم قاعده داره یا بی قاعده است. بعد از این که من تو رو امروز دیدم، نه حتی نه دیده بودم، بعد از این که من تو رو دیده بودم، خب از اینطوری انگار معنی میشه، بعد از این که من تو رو دیده بودم وایش انکافن، رفتم خرید. خب عزیزان گفتیم چی؟ گفتیم که ببینید ترتیبیه، ترتیب زمان، یعنی یه زمان گذشته دور داریم، این ته مثلا، خب بعدش یه زمان گذشته نزدیک میاد، قانونیه دیگه، عقلانیه. پس میگیم بعد از این که این گذشته انجام شد، من فلان کار گذشته رم انجام دادم، ولی گذشته نزدیک تر رو. مثلا برای مثال الان یه مثال میبینیم، ببینید میگه چی؟ میگه Nachdem ich dich heute gesehen hatte, war ich einkaufen. یعنی چی؟ اصلا war ich einkaufen جمله اصلیش چیه؟ ich war einkaufen، درسته؟ من بودم einkaufen، من بودم خرید. ولی منظور چیه؟ من مشغول خرید کردن بودم. درسته که این ساختارا باید اینجوری یادش بگیرید. اینطوری میگیم ich war einkaufen.
من در حال خرید کردن بودم. من بودم خرید کردن. اینطوری بیان میشه ولی منظور اینه که من در حال خرید کردن بودم. اینکافن یعنی خرید کردن. یه سبدی مثلا دارم خرید میکنم. مثلا لبنیات و سبزی و حالا خریدای دیگه هم معنی میده ولی کلا خرید کردن. نه که الزاماً مثلا یه ماشین خریدم. نه. خرید کردن. خب بهش میگن اینکافن. حالا میتونم بگم ایش هب این کاف، من خرید کردم، ولی اینطوری هم بیان میشه ایش با این کاف، من رفته بودم خرید، در حال خرید بودم. خب یه ایش گه این کاف، من میرم خرید، اینطوری هم پس بیان میشه. فعل به صورت اینفینیتیو میاد مصدری و یه همچین فعلی قبلش قرار میگیره، ایش با این کاف، نه ایش گه این کاف. خب حالا ببینید میگه نخده میشتیش هایت گزین حتی. چرا حتی؟ چرا ماضی بعید؟ چون میگه بعد از این که من تو رو دیده بودم، حالا تو فارسی ما اینجوری نمیگیمش ولی الان اصولش رو بفهمید، میگه تو رو دیده بودم، یه گذشته قبلیه، حالا بعدش، بعد از گذشته خیلی دور، یه زمانی بگذره بعدش، خب میشه گذشته نزدیک، درسته؟ مثلا من یکی رو ساعت 7 صبح دیدم، حالا میخوام از ساعت 12 ظهر صحبت کنم، 5 ساعت بعدش، الان هم 3 بعد از ظهر مثلا. خب میگم بعد از این که من تو رو دیده بودم وایش انکافون، رفتم خرید، مشغول خرید بودم، یعنی اول تو رو دیدم بعد رفتم خرید. اینطوری پس میگیم نختم اش دیش گزین حته، اویت گزین حته وایش انکافون. ساختارش ببین این شکلیه، این نختمه میاد جمله رو فرعی میکنه، بهش میگن نیبنزات، جمله بغلی، جمله کناری، جمله فرعی. حالا بهش بگیم ببینید زاتس میشه جمله دیگه، خب درسته. حالا بعد از نختم ضمیر میاد، آخر کار فعل میاد و بعد کما. حالا این جملمون چی بوده؟ ایش و این کافن، حالا جا عوض میشه، فعل اول میاد، فعل اول میاد بعضم. اینا رو پس در جریان باشید به این شکل. خب حالا ما اینقدر این جملات مختلف رو مرور میکنیم در خلال آموزش که شما این ساختارهای کلی بیاد دستتون، چون ما نمیتونیم بشینیم از اول همینجور قاعده بگیم بعد بگیم خب زبان آلمانی رو توضیح. ما باید همونطور گفتم مواجه بشیم، جملات رو ببینیم یه شکل، یه قاعده کلی و یا خیلی سطحی حتی تو ذهنمون شکل بگیره و بعد راجبش عمیق صحبت کنیم. خب عزیزان ببینید حالا اینجا چی گفته. گفته دو هتست، خب یعنی تو داشتی، درسته؟ هابن تو داری، دو هتست دو هست تو داری، دو هتست تو داشتی. گذشته ساده هابن میشه هتن. خب حالا ولی اینجا ببینیم با فعل پاتیسیپ اومده، با ساختار گذشته شده فعل اومده، پس این دیگه معنی داشتن نمیده، داره از ماضی بعید صحبت میکنه. میگه دو هتست که کاف چی رو؟ داین هندی. میگه تو گوشیت رو، موبایلت رو خریده بودی. خب خریده بودی کی؟ وقتی داریم از ماضی بعید صحبت میکنیم باید یه چیزی دیگه راجع به گذشته بگیم. کی؟ الس، هنگامی که زمانی که، اون موقعی که، وی میت انند غیدتن. پس گفتیم وقتی که این هنگامی که رو استفاده میکنیم تو ماضی بعید، این جمله باید با گذشته ساده بیاد، با این ت و اینا بیاد، درسته؟ با هابن و اینا گذشته نشه یا با زاین. خیده تن، وقتی که ما میت اینندا، با همدیگه، اینندا یعنی همدیگر، خیده تن صحبت کردیم، وقتی که داشتیم با هم صحبت میکردیم. حالا اینجوری تو فارسی معنی میشدیم، هنگامی که ما با هم صحبت میکردیم تو گوشی تو خریده بودی. اون موقعی بود که ما داشتیم با هم حرف می‌زدیم، تو گوشی تو خریده بودی، درسته؟ حالا پس اینطوری میاد، با الس که باشه اینطوری به صورت پرتریتوم میاد، فقط با هابن و اینها نمیاد. پس خب حالا ببینید بچه ها، اینجا دو هتست لنگ حق گهبت. خب پس دوباره فعل داریم به صورت پارتیسیپ، پس این گذشته بعیده، درسته؟ خب پس این هته الان معنی نمیده، فقط معنی گذشته بعید داره برای ما انجام میده. خب میگه گهبت، گهبت یعنی چی؟ یعنی داشتن دیگه، یعنی داشتی. گذشته پارتیسیپ هابن میشه گهبت، کافن میشه گکاف، درسته؟ خب حالا گهبت یعنی تو لنگ حق داشتی، موهای بلندی داشته بودی، گذشته بعید دیگه، تو موهای بلندی داشته بودی. خب کی؟ قبل از این که، ببینید بیفور، اینجا ما نخته گفتیم، بعد از این که، تو خود جمله حتن بعد از این میاد، حالا اینجا حتن رو گفتیم، حالا بعدش قبل از این میاد، عقلانیه دیگه،
تو موهای بلندی داشتی قبل از یه ماجرایی که تو گذشته نزدیک بوده. عقلانیه دیگه. مثلا دیروز میشه گذشته نزدیک فرضاً بگیم، پریروز میشه گذشته دور. میگم قبل از دیروز موهای بلندی داشتی پریروز. درسته دیگه ها؟ خب حالا میگه دو هتست لنگ هر گهبت. بیفور قبل از اینکه وی اونز، دوباره جمله جانبیه میبینید، و به صورت چی میشه؟ ضمیر میاد آخرش بن میاد. میگه بیفور قبل از اینکه وی اونز، ما خودمون رو، همدیگر رو، اونس ما همدیگر رو، توم ایست مال، توم ایست مال یعنی برای بار اول، این رو یاد بگیرید. توم ایست مال یعنی برای بار اول. حالا این بحث اندونگ های صفتها رو هم میگیم، این شده تو دم، بعدش فعل ایست تن. راجب صفتها صحبت کردیم، یه توضیحات دیگه مونده که گنتیو و داتیو هم بهش اضافه کنیم، و اکوزاتیو که یه توضیح خیلی مختصر کامل بشه شما. خب میگه قبل از این که ما همدیگر رو یا خودمون رو، خب اونس، برای بار اول، حالا گتروفن هابن، ببین این با هتن بوده، ماضی بعید، حالا با ماضی معمولی میاد، هابن میاد دیگه، عقلانیه، بعید ماضی نزدیک، گتروفن هابن. اینجا دیگه آلس نیوردیم که بگیم حتما پرتریتون باید باشه، میتونستیم پرتریتون هم بیاریم، خب ولی میتونیم هم از ماضی این شکلی استفاده کنیم، ماضی که با هابن ساخته میشه، getroffen haben. ببینید چون فعل آخر اومده جابجا میشن. جمله معمولی اول haben میاد بعد getroffen. مثلا میگم wir haben uns getroffen. حالا تو جمله اینجوری جانبی که فعل از اول میاد آخر، جاشون هم چی میشه؟ اینجوری عوض میشه. یعنی haben میاد آخر، getroffen میاد قبلش. پس یادتون باشه. Before wir uns zum Essen mal getroffen haben. Wir haben getroffen. Wir haben uns getroffen. هم دیگر رو ملاقات کردیم. Getroffen گذشته treffenه. Treffen. Treffen. Treffen یعنی ملاقات کردن. Uns treffen یعنی هم دیگر رو، خودمون رو ملاقات کردن. ما خودمون رو ملاقات کردن. حالا گذشتهش میشه چی؟ Getroffen haben. قبل از اینکه ما هم دیگر رو ملاقات کنیم برای بار اول، تو موهای بلندی داشته بودی. Oder؟ حالا سواله. اورا مگه نه؟ اینطوری. حالا اگه میخواستیم گتروفن هابن نگیم، پرتیتوم به کار ببریم. پرتیتوم تخفن اینه، تخفن. اینا رو یاد بگیریم. برای افعال مختلف فرق میکنه این گذشته ساده فرمش. شکل عوض میشه. قاعده کلی هم نداره. تخفن خیلی کم به کار میره. اینا اصلا تقریبا صفر به کار میره یه همچی چیزی. مگر تو چه تکسی بخوایم بنویسیم، چه شرایطی باشه، یا مثلا چه کتابی بخونیم، یا روزنامه مثلا یه خبر سطح بالا بخون، وگرنه getroffen haben میتونیم بگیم. خب حالا اینجا er hat das Spiel gewonnen. اون hat gewonnen یعنی برد، برنده شد. gewinnen یعنی بردن مضارع، برنده شدن مضارع. gewonnen گذشتهشه، یعنی تغییری پیش نمیاد، فقط این winnenش میشه wonnen، وگرنه گه که داشت. خب میشه gewonnen یعنی اون برنده شد. چی رو؟ داس شپیل، این بازی رو. اون این بازی رو برد، برنده شد. شپیل یعنی بازی، داس شپیل آرتیکلش داس شپیله. حالا اینجا اکوزاتیو شده، مفعول مستقیم شده، ولی خب مفعولی که داس آرتیکلش باشه همون داس چیه میمونه، درسته؟ اکوزاتیوش. خب ای حد داس شپیل گفن، اون بازی رو برد، این بازی که میشناسیم شناس هستش، داس شپیل با آرتیکل، نه برد، این بازی رو برد. وایل، وایل یعنی باز جمله جانبیه، میگم حالا به جملات جانبی خواهیم رسید شما. یعنی چی؟ یعنی یا جملات فرعی، یعنی وایل یعنی چون که، به همین سادگی. اون بازی رو برد چون که اون، دوباره فعل میاد آخر، اون فوهر، فوهر یعنی قبلن، قبلن فی خیلی تخینیت حته. ببینید داریم از یه گذشته معمولی حرف میزنیم، گذشته نزدیک، یا حالا یه گذشته ای که هنوز از اون گذشته ترم وجود داره راجبش داریم حرف میزنیم. میگه اون بازی رو برد، خب حالا کی نمیدونیم، یه موقعی برد، ولی چرا برد؟ چون اون قبل از اینکه ببره تمرین کرده بود، پس میشه ماضی بعید. وایل اف او هیا قبلا، از کلمه هم داریم استفاده میکنیم برای اظهاراتمون، اکسپرشن یا آوستروکمون، آوستروکن یعنی اظهار کردن، آوستروک. خب میگه بازی رو برد چون که اون قبلا خیلی فیل
ترینیت هته ترینیغن مثل ترینینگه تمرین کردن ترینیغن حالا گذشتهش میشه ترینیت پارت سیپش میشه ترینیت تمرین کرده بود درسته؟ چون خیلی قبلش تمرین کرده بود عقلانی و منطقیه خب حالا اینجا چی میگه؟ میگه فور ماینم ابشلوس پس ببینید بیفور یعنی قبل از گفتیم تو حد سلنگ حق گهب تو موهای بلندی داشته بودی قبل از این که بیفور یعنی قبل از این که قبل از این که خب فور یعنی قبل از دیگه این که نداره به خاطر این بعدش فقط یه کلمه میاد یه عبارت میاد نه یه جمله خب میگه فور ماینم ابشلوس یعنی قبل از بعد از فور هم گفتیم همیشه کلمه یا عبارتمون داتیو میشه یادتون نره جز این حروف هاست و حرف هاست خب کلمه بعدش داتیو میشه بخاطر همین ابشلوس آرتیکلش چیه؟ ابشلوس تبدیل میشه به چی؟ میشه داتیو مای نیم ابشلوس میگه قبل از ابشلوس یعنی خدمت شما که عرض کنم حالا میتونیم بگیم پایانی ابشلوس یعنی پایانی یعنی یه چیزی رو به اتمام رسوندن به نتیجه رسوندن تمومش کردن که حالا بیشتر مثلا اینجا میتونه معنی چی بده مثلا مدرک تحصیلی شما تحصیلتون تموم میکنه کارتون تموم میکنه به یه نتیجه و مدرکی میرسید بهش میگن ابشلوس حالا تو هر جا میخواد باشه یعنی اتمام نامه خب مثلا مدرک تحصیلی قبل از اتمام دانشگاه قبل از فارغ التحصیلی بگیم اینطوری ماین مال من یه قبل از فارغ التحصیلیم خب قبل از اتمام مثلا درسم چی شد قبلش هست تو دامیت آفگیهر اینجا دیگه میتونیم فرقی نمیکنه خیلی راحت میتونیم جملهمون رو گذشته معمولی بگیم قبل از اتمام درسم هست تو دامیت آفگیهر دیگه اینجا گذشته بعید نمیگیم تو با این آفگیهر آفهورن اصلا ربطی به گوش دادن نداره آفهورن یعنی یه کاری رو دیگه انجام ندادن کنار گذاشتن تموم کردن مثلا من همیشه درس میخوندم یا مثلا من همیشه زیاد مثلا غذا میخوردم دیگه آفهورن کردم زیاد غذا بخورم دیگه غذا زیاد نمیخورم این کار رو گوشم کنار تموم کردم ولی چجوری میسازیمش با میت میاد همیشه میگم من با فلان چیز آفهورن کردم میت فلان چیز آفهورن این ساختش اینطوریه با این پرپوزیسیون میاد با این حرف اضافه میاد این فرد میگم من دیگه گذاشتم کنار با فلان چیز یعنی فلان چیز رو گذاشتم کنار حالا دامیت یعنی با این حالا ما قبلا داشتیم انگار راجع به چیزی حرف میزنیم حالا شناخته شده از میدونیم راجع به چیه یاد گرفتیم دیگه دامیت این دا که میاد یعنی با این با فلان چیزی که الان راجع بهش حرف زدید من اینو دیگه گذاشتم کنار میگه قبل از ابشلوسم تو این چیزو گذاشته بودی کنار از تو دامید آف گرفت قبل از ابشلوسم تو اینو گذاشتی کنار خب گذاشتی کنار همین راحت همین هستو میتونیم بگیم نیازی نیست حتما حته بگیم یا فعل ماضی بعید بگیم فعل ماضی بعید هم خیلی کم استفاده میشه تو آلمانی تو حرف زدن عامیانه که البته اشتباه هم هست بعضی جاها اشتباه ساختاره اشتباه هستن به کار میبرن تو صحبت عامیانه و یا همین ماضی معمولی رو میگن که غلطه ما باید الان ساختار صحیح رو اینجا یاد بگیریم حالا بعدن چی توی زبان عامه استفاده میشه و اینا من دارم در خلال آموزش خدمتتون عرض میکنم اینجا حالا نخ داینا آباید خب یه نخ دیم داشتیم یعنی بعد از این که بیفور قبل از این که حالا فور قبل از نخ بعد از دیگه این که نداره پس بعدش یه عبارت میاد نخ داینا آباید بعد از نخ هم همه چی دوباره چیه داتیوه آباید آرتیکلش دیه دی آباید پس حالا داتیوش میشه چی؟ دیا آباد پس داینا آباد بعد از کارت آباد به امتحانم میشه ربطش داد آباد کار معنی میده امتحانم معنی میده میگه بعد از امتحانت بعد از کارت حالا بستگی داره تو چه نوشته در واقع یا صحبت و مکالمه باشی میگه بعد از کارت بعد از امتحانت یا کارت هست تو دامید انگفنگ دوباره این فعل انفنگن یعنی شروع کردن با میت میاد شروع کردن یک چیزی رو تو آلمانی میگیم شروع کردن با فلان چیز خب بیمن پس با این میگه تو شروع کردی به این کار پس تو دامید انگفنن با این چیزی که حالا میدونیم چیه راجبش حرف زدید میگه تو بعد از امتحانت شروع کردی این کار رو انجام بدی پس تو دامید انگفنن با این شروع کردی خب
خب پس هست خیلی معمولی، باز ماضی معمولی رو به کار میبریم دیگه، بعید نیست. همین هست انگفن، دو هست انگفن. ولی ببینید بعد از کما داره چه اتفاق میفته، داره جا به جا میشه جای فعل و ضمیر، اول فعل میاد بعد ضمیر، فعل ضمیر، میبینید به این شکل. خب عزیزان، نکات بعدی که مربوط به این زمینه ها میشه طبیعتاً دوباره بهش اشاره میکنیم و در خلال آموزش بهشون میپردازیم. نکات مختلف دیگه که ممکنه به دردمون بخوره توی زبان محاوره و یا اون چیزایی که حتی غلط استفاده میشه. برای مثال ما توی آلمانی به جایی که حته گفته بشه بعضی وقتا میگن ich hab das gesagt gehabt مثلا. حالا اصلا غلطه بعد از gesagt یه هفته دیگه بیاریم، ولی این هم داره گذشته رو گذشته تر میخواد بکنه، هم حالت حته رو داره میده بهش، هم داره بهش میگن betonen، هم داره تأکیدی رو صحبت میکنه. خب مثلا توی بعضی دوستانها اتفاق میفته اینجوری حرف میزنن، اکثر جای آلمان تقریبا میشه و یا همه جاش. پس اینو در جریان باشید که این هم حالا بهش میپردازیم، مثلا تو محاوره غلطه ولی خب استفاده میشه پس باید بدونید. خب خسته نباشید، بحث فعلها در ماضی رو هم یه مرور کلی کردیم، یه صحبت کلی راجبش کردیم، بهش دوباره در جاهای مختلف انشاءالله خواهیم پرداخت، قطعا با تکسایی که برخورد خواهیم کرد.